بیا. گل جهان خیر باشه. اون داخل سرزنشایی که کردی بس نبود، الانم اومدی اینجا گیر بدی؟ من نیومدم در اون باره حرف بزنم، باید یه چیزی بهت بگم. گل جان ببین، یه جوری حرف میزنی که یعنی هر کی حرفاتو بشنوه فکر میکنه من تو رو فریب دادم. چیز عجیبیه. من نیومدم در این باره حرف بزنم. انگار موضوع دوست دختر داره. از کجا میدونی ها؟ یعنی همونطوری که منو تعقیب کردی، نکنه دنبال اونم مأمور مخفی فرستادی؟ گوش نمیدی که، دارم سعی میکنم بگم. من با بچه حرف زدم، به من گوش نکرد. ببین واقعا چشممو اصلا این دختره نگرفته. بی خبر و بدون ملاحظه خودشو انداخت تو خونه، اومدن تو خونه بماند. دنبال دندو وارد اتاق پسرش شد. بچه رو برداشته برده. کجا برده؟ بابا برداشته برده دکتر. دکترم خوب میشناسه ها. ما اینجا انگار خریم توی طویله، اعصاب نمیذارن که. کجا میری؟ کجا برم؟ یکم درباره موضوع با موضوع حرف میزنم. اومدم شما رو ببرم. پیام دادم، زنگ زدم ولی جواب ندادی. برام راه دیگه ای نذاشتی. موضوع، میتونم بیام داخل پسرم؟ نه بیا بابا. چه خبر موزو؟ ببینم چطوری؟ خوبم بابا، تو چطوری؟ خب، مامانت گفت که یه مهمونی داشتی. حتما دختر خوبی بوده، مگه نه؟ این طور بدون اینکه به کسی چیزی بگه، خیلی ناگهانی خودشو به تو رسونده. البته الان یعنی مامانتم چون به این چیزا عادت نداره، یکم تعجب کرده پسر. خب من اینو درک میکنم. بعدش اومده شکایت ما پیش شما کرده. ای بابا تو بی خیال مامانتو. یعنی تو مامانتو نمیشناسی؟ نمیبینی پشت سر منم چه کارگاه بازیایی در میاره؟ ها؟ چیزه، مسئله اون نیست. الان موضوع ما نمیخوایم تو ناراحت بشی پسرم. همه این مسئله همینه. منظورم همون دختره بوده. خب اسمش چی بود پسرم؟ اونم یادم نمیاد. بگذاریم، تو خودت میدونی دیگه. اون دختره تو رو کم ناراحت کرده موضوع، میدونی؟ یعنی ما به فکر تو هستیم. یعنی ما میدونی مسئله اینه که البته من یعنی میدونم که تو خودت میدونی و اگه علاقه به اینام داری پس حداقل یکم مراقب باش. باشه دیگه، خودتو ناراحت نکن. نگران نباش بابا، میدونی پرا دوستمه، بینمون هیچی نیست. چه خوب، خیلی خوب، تو خودت بهتر میدونی. یالا پسر، بازم همدیگر رو میبینیم. همون میبینیم. شب برای افطاری میای دیگه نه؟ خیلی خوب.